نظامی غیر نظامی می آمدن و مرتب برنامه هامونو خیلی با خوبی و خوشی برگزار بودیم. چه یاد داریم از جاوش بشیری که واقعا یک میانپرست بود و همیشه از پاریس می آمد در مراسمهای ما آقای عبدالحسین مفتاح و کاظم وزیری و همه دوستان. و من از تمامی سال که وارد قاهره شدم تا این لحظه که در خدمت شما هستم نداشتم با کمک دوستانم آرامگاه پادشاه بیگل باشه و سعی کردم با تمام گرفتاری ها کاری کنم خواهیتون، چون سری سه مرتبه عرض کردم میرم دوستانم هستم، دوستان خوبی هم که کمک میکنن و اونجا رو به صورت گلستان دارم تبدیلش میکنیم و وقتی که این توریست های خارجی میان در کلن خود ایرانی هم که میان براشون خیلی جالبه، این باعث افتخار منه. دقیقاً آقای قلی‌پور عزیز، دقیقاً آقای به جای قلی‌پور اگه اجازه بدیم من می‌خوام به شما بگم قلی‌پور. دقیقاً آقای قلی‌پور الان داریم فیلمی رو همزمان با گفته‌های شما می‌بینیم که در قاهره است و آرامگاه محمد رضا شاه گلباران شده و شهبانو با شما هستن. شما شهبانو رو دارین به دوستان و یارانی که بعداً معرفی می‌کنید یکی یکی و ما می‌بینیم که الان همون طور که نیایش مردم ایران بود، آرزوی مردم ایران بود، هر صبح و شام الان مردم ایران به محمد رضا شاه میگن نور به قبرت بباره، گل به قبرت بباره، این آقای قلی‌پور ما، این علیرضا قلی‌پور ما این آرزو و نیایش مردم رو 22 سال هموطنان عزیز 22 سالی که تحقق بخشیده و 22 سالی که سالی سه بار میره به قاهره و این والیبالیست نازنین دوران محمد رضا شاه که از نوجوانی مربی بوده، قلی‌پور علیرضا قلی‌پور از نوجوانی مربی بوده، مربی تیم عقاب بوده تو پرسپولیس و پارس بازی میکرده و مربیگری میکرده، ولی پس از انقلاب که به خارج پرتاب شدیم مثل همه ماها، ایشون هم از 24 سالگی که میاد خارج از کشور، 22 ساله که هر سال سه بار میره به آرامگاه محمد رضا شاه و اونجا رو گلبارون میکنه، مراسم یادبود براش برگزار میکنه، به پاریس میاد مراسم لیلای عزیز رو همونطور که در این فیلم که الان پخش میشه همراه با صدای آقای قلی‌پور میبینید گلباران میکنه، گورستان تروکادروی پاریس رو که آرامگاه نازنین مهربان دخت محمد رضا شاه لیلای عزیز هست. برای علیرضا پهلوی تلاش شما زیاد کشیدید و میکشید، این جان باخته آزادی ایران، این بزرگ مردی که واقعا فرهیخته ای از تاریخ بزرگان و اندیشمندان، علیرضا نه تنها پرنس و شاهزاده بود بلکه یک اندیشمند بزرگ مینوی بود که زبانهای ایران باستان رو همه رو فرا گرفته بود و علاقه و عشقی به ایران باستان داشت. به من همیشه میگفت آشنایی من با موسیقی به کنار، پس از اون وقتی من آشنا شدم با فرهنگ ایران و تمدن ایران و تاریخ ایران دیگه سر از پا نمیشناخت. این علیرضا قلی‌پور هست که نیز هر سال برای علیرضا پهلوی عزیزمون زحمت میکشه و مراسم برپا میکنه. آقای قلی‌پور عزیز، امسال گویا هفتمه از کنم خدمتون ژانویه در شهر بن مراسمی دارید بیاد جان باخته نازنین پرنس علیرضا پهلوی. برای همینطور ما در عرض این مدت ششمین سال پرواز ولادت شاهزاده علیرضا نخواستم با کمک دوستانم، البته اینجا جا داره من از آقای روحانی از فرانکفورت و از آقای وهاب از سوئد و چند تا دوستان دیگه که توی این سالها به من کمک میکنن و این موقع نمیخوام سه سفاره بشه، البته خود دوستانم از آمریکا، از کانادا، از این بر میان و در ضمن خواهشون گفتم این وظیفه مردمه، این وظیفه ما هستش که این کارا رو انجام بدیم، نباید از که از خانواده قدر انتظار داشته باشیم. این واقعا اینو جدی میگم. در صورت ما هفتم ژانویه برای ششمین سال پرواز بالعزت شاهو علیرضا و بیاد ناخدا بالاگاه شهریار شفیق و همه عزیزانی که در عرض این 37 سال به دست این بیگانه ها جان پاکشون رو از دست دادن و حتی به یاد تمام عزیزانی که در جنگ 8 ساله به خاطر وطنشون جانشون از دست دادن مراسم داریم در شهر بن، مراسم از ساعت 1 بعد از ظهر
میشه. ما سالون در شهر بن هستش، پشت ایستگاه راهن بارهوز، پشت ایستگاه راهن شهر بن هستش، هتل بریستون. و خیلی خوشحالم که این وظیفه ملی میهنیمو انجام میدم و بدون هیچ انتظاری، هیچ توقعی، و همیشه هم گفتم این وظیفه مردم من به همه عقاید احترام میذارم. همینطور که میبینیم میلیون انسان ها بلند میشن میرن مثلا در کشورهای عربی به شکلهای مختلف، ما هم باید به خاطر این عزیزانمون، اینا جان پاکشون در راه وطن گذاشتن. تمام نظامی هایی که اعدام شدن اینا فقط جرمشون میان پرستی، شاه‌دوستی، انسان دوستی بود، هیچ گناه دیگه ای نداشتن. و والا لیلا عزیزم واقعا یک فرشته بود و شاهو عزیزا یک نابغه بود. درست و یا فریدون فرخزاد دوست صمیمی من بود، البته نه من هنرمند بودم نه شاعر بودم، ولی نداشتم خاطره فریدون عزیزم از خاطره ها بره. ولی باور بکنید باها گفتم کعبه من در قاهره است و وقتی که من میرم سالی سه مثلا اونجا احساس آرامش میکنم و وقتی که میبینم این مردم مصر چقدر با شرف و چقدر با معرفت هست، مخصوصا پرزیدنت سادات بزرگ که واقعا نمونه یک انسان واقعی بود که این تصدی که پادشاه ما به همه کشورهای عربی کمک کرد ولی از ترسشون این پادشاه ما نپذیرفتن و این امبسادات بزرگ بود که جانشون گذاشت و این وظیفه انجام داد. در صورت من از شما بیمارد متشکرم. به امید روز هفتم ژانویه که همدیگر رو میبینیم و از تمام هموطنان خواهش میکنم به خاطر روح این عزیزان، به خاطر شرف ملی، بیاییم بگذاریم ما این مراسم رو هرچی با شکوت برگزار کنیم. بازم در خدمت هستم اگه همه سالی هست. بله مهربانیان، با آقای گلی‌پور هستیم که دارید تصاویر ایشان رو هم در قاهره میبینید، بر مزار انور سادات گل میزنن با همراهی یارانشون، سالی سه بار ایشون میرن به قاهره. آقای گلی‌پور عزیز، به خاطر دارم دو هفته پیش برای من یه فکس خیلی خوب فرستادین که خاطره بزرگی در ذهن من زنده شد، خاطره پرویز اصفهانی عزیزم که دیگه با ما نیست، سردبیر نیمروز، و خاطره صفا حائری، این خبرنگار جهانی و برجسته ایرانی که اونم دیگه با ما نیست. مطلبی نوشته بود صفا حائری که در نیمروز چاپ شده بود درباره شما و 19 سال پیش که شما در قاهره بودید، در مزار محمد رضا شاه بودید، فائزه دختر هاشمی رفسنجانی و همراه دخترش و یه خانم دیگه میاد اونجا به دیدار محمد رضا شاه. آره؟ بله، واقعا یه روز استثنایی بود. البته من به واسطه چهار آبان بود، من نشسته بودم اونجا، یک دفعه دیدم سه تا خانم اومدن با یه آقایی که مثل راننده شون بود. من داشتم آرامگاه آماده میکردم با سه تولد پادشاه و یک دوست بسیار خوب دارم به نام مصطفی شرف که اون استاد دانشگاه و فارسیش هم خوبه، کلو من نشسته بود. اینا اول فکر کردن ما از اون مثلا افترهایی هستیم که مواظب آرامگاه هستیم. بعد یه دفعه من دیدم این خانم ها اومدن و بعد دختر فائزه بلند شد، رفتم بالا سر مقبره واستادم، گفتن به راننده عکس بگیم که اسم محمد رضا شاه بیفته. من یه دفعه بلند شدم سلام کردم، گفتم شما ایرانی هستین؟ چون نمیدونستم اینا ایرانی هستن. بعدا یه دفعه دیدم اینا چه به هم نگاه کردن و اومدن نشستن پای مقبره. بعد اون راننده این مصطفی شرف رو صدا زد، گفتش که به این آقا بگو مواظب باشه، ایشون دختر رفته. تا این رو شنیدم اون آقا مصطفی خیلی خوشحال شد. بعد من گفتم خانم شما دختر هر چی میخوای، همونقدر که اومدی زیارت پادشاه من مخلص شما هستم. بعد البته خیلی ها من گفتم ساعت دریز رو گفتم اون حساب که خیلی خوشحال که از بقال پادشاه به همه چیستان پاله یه دفعه نرفتن زیارت پادشاه، ایشون بلند شده اومده و بنده مهماندار هستم، یعنی اینجا باید پذیرایی بکنم، نمیتونم مزاحم کنم. در صورت صحبت گل کرده و صحبت از این بعد واسه هم شاگردهای من از سهرین به من زنگ زنگ که بعد ایشون
خیلی تای تاثیر قرار گرفته بود که شما خیلی محبتی گفتم مسلمه مرام من آریا مهدی هستم. من پادشاه به خاطر اینکه از همون کسی خون ملت خارجه شد مملکت رو ترک کنه که مردم راحت زندگی بکنن، اگر ما مثل کشورهای دیگه هستیم به خاطر مهاممون یا صندلیمون مردم بیگناه رو بکشیم. در صورت یه اتفاق تاریخی بود که واقعا هم بازد لیلا هم بلازد فرانوس و خود شعبانه براشون جالب بود که حالا این حقیقت رو گفتن. بله در البته اونجا خیلی شخصیت هم نمان زمانی که سر مزار پادشان میشنم از ساعت 8:30 و 5 بعد از ظهر به روح خود آریامهرم باور بکنید نمیدونی چه آرام میشدم. شخصیت های مختلف میمید به دیدار پادشاه من. در درصد یه روز تاریخی بود و اون مصاحبه که من براتون فرستادم بعد ما رو هم 19 سال تلفات بود که ایشون اومدم و برخودشون خیلی یعنی طوری من رفتار کردم که اینا تای تحضیح قرار گرفتن و آفنی. برای ما طرفدار نظام پادشاهی و مخصوصا ایرانی های عزیز باید بینیم طوری رفتار کنیم که بتونیم جذب بکنیم، نه اینکه مردم رو دستر کرد. یه واقع تاریخی بود و یادش بخیر. حالا امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشن و البته یه موقع به من گفتش که اگر شما بیایید به من کار گفتم بله فعلا که شما سر کار چون بود یادم یه زمان همین انتخابات خاتمی بود و باقره گفتم بله هیچ فرق نمیکنه یا خون رفته یا خون اومده، ولی ما اگر بیایید به خاطر این محبتی که شما کردی اومدی سر مزار پادشاه اگر همه آخونده را خود کنم من نمیذارم به شما دست بزنم، به خاطر اینکه معرفت به خرج دادی. خیلی از من حالا اسم نمیارم میان مصر ولی سر مزار پادشاه نمیرم، میرم سر مزار کسای دیگه چون نمیخوام سو تفاهم پیش بیاد. در صورت من یه دیگه تاریخی بود و وقتی که اینو با از اولی عزتم رسوندم ایشون هم واقعا تعجب کرد، برخوردم خیلی عالی بود چون من بیادبی نکردم و درست مرام آریا مهری رو اونجا پیاده کردم و اونام خیلی تر تحصیل قرار گرفتم. این در صورت این یه بیادبایی بودیم. آقای گلیپور، آقای گلیپور، شهبانو موقع قاهره تشریف داشتن؟ بهشون گزارش دادین؟ من در چهارم آباد این اتفاق در چهارم آباد اتفاق افتاده بود. اون موقع شهبانو تشریف نداشتن و دوستان من بعدن که فهمیدم یعنی فرداش چند از دوستان رو متوجه شدن که دیگه دیر شده بود، ایشون رفته بود، ولی اون روز تاریخی بود که ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم و نشون دادیم که ما آریا مهری ها یعنی ما کسی که مرام آریایی داریم مهربون هستیم، خونخوار نیستیم، آدم کش نیستیم. همونطور که شما شاهدی در زمان شاهنشاه آریا مهر از 35 سال پادشاهیشون 35 نفر اعدام نشد. حالا اگر در درگیری یه اتفاقات نمیفتاد خود طبیعی مامورین از جونشون دفاع میکنن. بعضیت الان شما شاهدی 38 سال این همه کدر بود، این همه جوان های بیگنا رو اعدام میکنند. بله بله بله، حتی بچه های خودشون رو، بچه های خودشون رو، آقای گلیپور، اینا همین فائزه رفسنجانی پدر شوهرش رو کشتن، آقای لاهوتی رو، برادر شوهرش رو کشتن توی خود ایران، محسن رضایی بچهش رو کشتن، همین روحانی که رئیس جمهور پسرش رو کشتن، محمد روحانی اوستاگره بوده، از یاران اوستایی بوده، کشتنش، همون احمد رضایی مصاحبه عزیز. آقای گلیپور عزیز، شنیدم که حتی فائزه که اونجا بوده درود فرستاده توسط شما به شهبانو بدید، عرض ارادت و احترام کرده. میدونید که الان در کاخ نیاوران هم که تبدیل به موزه شده تمام آثار کتابخونه شهبانو رو اونجا گذاشتن که در نمایش هست و مدتی الان تعطیلش کردن. همه اون آثار هم به عنوان شهبانو فرح دیبا نامگذاری کردن که اینو ما دو هفته پیش نشون دادیم، حتما دیدین. پیام داد، پیام مهربانی برای شهبانو فائز دیگه اون روز. آره البته ایشون اون موقع یه روزنامه داشتن، روزنامه زن، که من میتونم گفتم والا با شما باید با دفتر ایشون تماس بگیریم که چرا که نه بیش میدونیم. بله بله، حتی من به عرض سوندم، ولی خب خیلی علاقه من بود که حتی بعد شدیدم یه آخوندی که رئیس مجلس بود
گفتش که گفته بود که سر مزار پادشاه که میریم با همسرش هم میخوان مصاحبه رو به یه دفعه پسرش هم بیایی ایران خیال ما باید کنیم اخوندی بود که تو مجلس گفت که بچه ها از ایران به من گفتم مصاحبه هم که کرد میدونید که مصاحبه آقای گلیپور میدونید که فائزه خانم کمیلیا انتخابی فر رو فرستاد امریکا اومد پاریس از پاریس رفت امریکا و قرار گرفت با شهبانو دیدار کرد ملاقات کرد مصاحبه کرد با شهبانو و خیلی ارادت اونها رو رسون به شهبانو مصاحبه کرد با شهبانو اما در فروردین همون سال چون پیام شادباش نوروزی شهبانو رو روزنامه زن چاپ کرد روزنامه رو توقیف کردن اون موقع همین ابراهیم نبوی و چیز اینا سردبیرش بودن و روزنامه چون پیام شهبانو رو پس شما آدرس از شما گرفتن شماره تلفن شهبانو رو در امریکا و قرارها رو بعد ولی دفتر گذاشت با شهبانو من متاسفم شما میتونید با دفتر ایشون تماس بگیریم ولی من شماره چیزی ندادم به ایشون البته خود ایشون خیلی احساساتی شده بود و گفتم طرز صحبت کردن من با ایشون یه جور در یه حالتی بود که چیز میکردنی احساس بحشت نداشت برای اینکه آرامش بود در صورت من اطلاع بعدی را که از شما شنیدم که ایشون موفق شدن با اولی ازد ولی خب ایشون مرتب خود تفتر اولی ازد در جریانه من فقط بعد رسوندم به اطلاع رسوندم حتی یادم بیاد که پنجم مرداد که شعبانی و وازن لیلا و روی شاد و وازن به اناز اومدن به من گفتن فایزه کجا نشسته بود تو کجا نشسته بود من هم برایشون توضیح دادم که من اونجا نشسته بودم فایزه هم پایین مقبره نشسته بود در اصل یه حرکت جالبی بود و حتی یک دفعه هم عید بود یک سری از ایران اومده بودن خونه باز فکر بکنم از خانواده همین رفتندانی می بودن چون برای اینکه مشخص بود و خورده بود به مارمزون و بعد هم اونا حسود من شناختن چون برای اینکه دیگه زیاد هم نموندن همین آقای قد بلند سفید پوشی رو که میبینین آقای گلیپور عزیزان من در فیلم دارید آقای گلیپور میبینید کت سفید پوشیدن بلند قدترین هستن در مزار انور سادات الان دارید میبینید همیشون آقای گلیپور هستن بله بفرمایید آقای گلیپور گوش میکنید خواهش میکنم بله در صورت این یه حرکتی بود که انجام دادیم و از این بابت خیلی خوشحالم و امیدوارم که بارها گفتم در بعد ایران همه با هر سلیقه با هر آیده بشد اینکه به ایران بیان فکر کنن همه بسه یک وجب از خاک ایران اون برمون نشه تو اون مملکت باشیم برای سربلندی و آیند خوشبختی این جوان هایی که گونگا تو این مدت در بدترین شرایط بودن یک از آرزوهای دیرینه منو و باور کنیم آرزوی شانشاه آدامر هم همین هستش که فردایی باشه که دیگه تمام ایرانی ها از کردم به تمامیت از ایران احترام بذارن به سیستم همینطور که در انگلستان در هلند در جاهای دیگه هستیش که مردم احترام بذارن به نظام و بعدم شروع کنن برای وطنشون کار بکنن زحمت بکشن بتونن راحت زندگی بکنن آقای گلیپور عزیز بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادید و بهتون خسته نباشید میگم این همه سال این همه تلاش های بسیار زیبا و خوب و اهورایی برای سپاس از پادشاه سرفراز تاریخ آریایی ایران محمد رضا شاه و زحماتی که همه ساله میکشید برای لیلای عزیزم برای علیرضا عزیزم دو نازنینی که واقعا نوادگان راستین رضا شاه بودن دلیر و دلاور و واقعا چقدر اینها عشق داشتن عشق سرشار از صفا و مهر به ایران و سرزمین اورایی و خواهان آزادی ایران بودن آقای گلیپور خیلی سپاسگزارم آقای گلیپور عزیز خواهش میکنم من خواهش میکنم شما محبت کنید به همه دوستان بگین هفتم ژانویه در شهر بود در هتل ویلیسون ما اونجا منتظرشون هستیم که یاد این عزیزانمون رو حتما حتما هفتم ژانویه من خودم هم میام خدمت در خدمتتون خواهم بود اونجا برای اینکه بهتون خسته نباشید بگیم و بایستی کمکم کرد آقای گلیپور رو در پایان پیش از خداحافظی میخوام تاکید کنم دوستان خود آقای گلیپور اینجاست که همه این زحماتی که میبینید این مرد از جیب خودش میکشه
یعنی باور بکن. البته عرض کردم بله چند تا از دوستانم هستن که کمک میکنن، ولی همیشه گفتم باید این حرکت ها مردمی باشه، من نباید دست به بیگانه دراز بکنم، چون اگر بخوایم از بیگانه چیزی بگیریم بعد فردا باید برایشون جاسوسی باید بکنیم. این وظیفه مردمه که بیان این کارها رو انجام بدم، منو تنها نذارم. خیلی متشکرم. میگم خسته نباشید، با بوسه و مهر آقای گلیپور و با امید دیدار در هفته ژانویه در بن. با امید دیدار، خیلی متشکرم. از شما درد نکنم. بدرود و خدا نگهدار. دوستان و یاران مهمان این آقای گلیپور عزیزم بود. چه وقت چه قشنگ اتفاق جالبی افتاد امروز. این نازنین علیرضا گلیپور که سالیان سال افتخار آفریده، به پاس این همه گلی که همه سال ارمغان میبره به آرامگاه بزرگان خاندان پهلوی، محمد رضا شاه، لیلای عزیزم و خاکستر پرنس علیرضا پهلوی، از این بعد من سیاوش اوستا ایشون رو گلی پور خواهم نامید. دوستان عزیز و همه دوستان دیگه خبر بدید که هفتم ژانویه پشتیبانی کنن از این مراسم آیین یادبود علیرضا پهلوی و از آقای گلی پور عزیز. و این برنامه الان لایف پخش شد از mehtivi.com و بدونید که میدونید مثل همه برنامه های ما تا ابد و ده شما بزنید گلیپور سیاوش اوستا یا مهتیوی گلیپور گلیپور، این برنامه قابل دسترسی شما خواهد بود در سر تا سر جهان. مهربان یاران تا برنامه دیگر، به درود خدا نگهدار. با ما باشید، برنامه های لایو ما